مدتی پیش یکی از عناصر مدعی هنر و بازیگر با حکومتی خواندن رسانه ملی به روشنی نسبت به کار در عرصه تولیدات صدا و سیما اعلام انزجار کرد این مطلب را کیهان نوشت او ادامه داد این رفتار سرانه در حالی بود که وی اولا از طریق حضور در تولیدات تنز و شبه تنز رسانه ملی نامی و موقعیت مالی یافته است. دوم، برای کار در عرصه سیما هیچ پیشنهاد مطلوبی را رد نکرده است. ممکن است پرسیده شود که این بازیگر زن بچهره چرا بعد از سالها همکاری با رسانه ملی ناگهان آن را حکومتی یافته است و از حضور در این رسانه حکومتی دچار انزجار شده است. چرا بیشتر به درک و مکاشفه و احساس کنونی نرسیده بود باید گفت این گونه آدم ها و عناصر همواره نقاب بر چهره دارند آنها کاری انجام می دهند و حرفی به زبان میرانند و درکی و دیدگاهی را پیش نظرها می که به نفعشان است برای اینان تا دیروز بازی در رسانه ملی افتخار و همدلی و همراهی با مخاطب توصیف می شد و حالا سرپوش گذاشتن به خدمات رسانه ملی و حکومتی خواندن آن همراهی و صداقت ورزی با مخاطب معنا می گردد. باید بدین افراد گفت بله رسانه ملی رسانه حکومتی است رسانه جمهوری اسلامی است تنها رسانه است که خدمتگزاران متدین و متعهد آن یک تنه در برابر 300 شبکه معاند فارسی زبان و غیر فارسی زبان ایستادند و از دین و انقلاب و مردم ایران دفاع می کنند. رسانه ملی حکومتی است یعنی وابسته به همان حکومتی که از انقلاب مردم برخواسته است همان حکومتی که حکومت الله است و مجری قوانین دین آسمانی رسانه ملی حکومتی است اما نه حکومتی که ترویج شهوات و اصالت دهی به حیوانیت را فضیلت میخواند و القا میکند و سیاست را بازیچه و ابزار دنیاخواهی و دنیاداری معرفی میسازد نه حکومتی دست نشاندهی قدرتهای شیطانی و نه حکومتی که بر شده احزاب و گروههای سیاسی ضد مردمی و ضد دینی و به تعبیری صاحبان زر و زور است اگر حضور در چنین رسانه ایماگه ای اندوه و دلاشوب شماست چرا این رسانه را رها نمی کنید چرا در پیش چشم مردم رسانه ملی را مطرود میدانید اما در نهان برای دریافت نقش خود را تحقیر می کنید؟ شما به حدی کوچک هستید که اگر چند ماهی در قاب رسانه ها دیده نشوید دچار روان حاد می شوید و در برابر دوربین تلفن همراهتان به بحانه های گوناگون و دم دستی به زمین و زمان ناسزا می گویید. نظر بافی می کنید و درون توهی خود را برملا می سازید. کسانی که به صدا و سیما می تازند همزمان با تاختن برای بیشتر دیده شدن در آینه رسانه ملی تلاش وافر دارند چون اغلب میدانند در بیرون از حدود جغرافیای ایران نه کسی آنها را میشناسد نه به عنوان هنرمند برای کسی و رسانه ای فرامرزی رسمیت دارند اینان برای معاندن ابزاری هستند که در ظرف زمانی محدودی شانس خودنمایی مییابند اینان در نقش یک پادوی فرهنگی سیاسی معانیدن هم نیستند. آنها بیجیره و مواجب برای بدخواهان به بیگاری مشغول هستند. بیگاری فرهنگی و سیاسی. به نظر شما کدام بازیگر زن اینقدر روزنامه کیهان را عصبانی کرده است؟ اتاق بازرگانی ایران با انتشار یک گزارش پژوهشی اعلام کرده است که در ماه آبان، به دلیل افزایش قیمتها و کمبود شدید نقدینگی سفارشات جدید مشتریان به کمترین مقدار طی سه ماه اخیر رسیده و میزان لوازم خریداری شده نیز به کمترین مقدار هفت ماه اخیر رسیده است در این گزارش با اشاره به افزایش مشکلات اقتصادی های تولیدی آمده است که گرانی و کمبود مواد اولیه در کنار کاهش تقاضای بازار بزرگترین مشکلاتی است که بنگاه های اقتصادی در آبان ماه با آن مواجه بودند. این گزارش در حال منتشر شده است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی از کنترل تورم خبر داد و گفت فضای کسب و کار در کشور رونق گرفته است. از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به آمارهای رسمی وزارت کار نوشته است که متوسط قیمت بیش از 83 درصد اقلام خوراکی از حد بحران فراتر رفته است. در این گزارش از اقلام خوراکی مانند برنج، مرغ، لبنیات، حبوبات و قند به عنوان نمونه های نام برده شده که روند افزایش قیمت آنها ادامه دارد و قیمت برخی اقلام از کنترل خارج شده است. اتاق بازرگانی ایران همچنین با تکید بر اینکه در ماه گذشته بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش شدید تقاضا روبرو بودند گفته است رکود در بخش ساختمان باعث شده است که درصد بالایی از فعالان اقتصادی برای ماه آینده انتظارات خوشبینانه نداشته باشند در بخش دیگری از این گزارش از کمبود مواد اولیه در بخش صنعت برای ششمین ماه متوالی خبر داده شده و از افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز و نقدینگی پایین شرکتها به عنوان دلیل بروز این مشکل نام برده شده است در بخش های دیگر گزارش اتاق بازرگانی از افزایش شدید قیمت گاز کاهش تولید شرکت های سیمانی به علت کمبود شدید سوخت مورد نیاز برای کوره ها و عدم تخصیص به موقع ارز برای خرید مواد اولیه پتروشیمی به عنوان مشکلات اقتصادی فعلی نام برده شده و تاکید شده است که عدم تسبیت نرخ ارز امکان برنامهریزی برای همه تولید کنندگان را مختل کرده و هیچ پیشبینی برای بودجه شرکت نمیتوانند انجام دهند. نرخ دلار که در روزهای اخیر روند افزایشی یافته در بازار امروز تهران به 3900 تومان رسیده است کاش مدیران مملکت این هشدار اتاق بازرگانی را کمی جدی می گرفتند و فکری به حال مردم بینوا میکردند کاش میشد روی قولها و وعده های مسئولین حساب باز کرد. کاش میشد شد مقدار دلمان خوش بود که شاید در آینده اتفاق خوبی بیفتد اما واقع بینانه بخواهیم بنگریم روزها میگذرد و همه چیز بد و بدتر می شود و هیچ اتفاق خوبی در کار نیست دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار